با درود به شما بینندگان گرامی و خانم پری خانم، در پاسخ به پرسشی که شما در رابطه با اسدالله اسدی پرسیده بودید، نخست باید عرض بکنم که این نخستین بار هست در تاریخ دیپلماسی جهان، نه فقط در تاریخ دیپلماسی ایران، در تاریخ دیپلماسی جهان، که یک دیپلمات به عنوان تروریست دستگیر میشه. اسدالله اسدی در واقع کاردار سفارت جمهوری اسلامی بوده که به این دلیل تروریست بودن دستگیر شده. خب ما در گذشته، در درازای 40 سال اخیر، که شاهد حرکت‌های تروریستی جمهوری اسلامی در خارج از کشور بودیم، به 3 شکل اینا عمل میکردن. شکل اولش بدین گونه بود که میومدن و در واقع از تروریست‌های منطقه‌ای، تروریست خاورمیانی یا تروریست خود ایران استفاده می‌کردن و عملیات تروریستی انجام می‌دادن. نمونه‌اش ترور فرخزاد، ترور بختیار، ترور بیش از 145 نفر از فعالین و کنشگران و دیگر اندیشان سیاسی، و نمونه دیگرش به گونه‌ای بودش که در می اومدن و عده از افراد تبهکار محلی رو استخدام میکردن و با دادن پولی به اونها این کار انجام میدادن. مثلا به عنوان نمونه، تروری که انجام شد در رابطه با محمد رضا کلاهی، کسی بودش که در هفتم تیر سال 1960 بمبگذاری کرد در دفتر ریاست، در دفتر حزب جمهوری اسلامی، و بعدا با نام علی معتمد در هلند زندگی میکرد و توسط جنایتکاران مقیم هلند که هلندی بودن علی معتمد ترور شد. ولی این اولین بار بود که این اتفاق در سپر سیاسی جهان اتفاق میفته، و به عبارت دیگه باید بگیم که رکورد و شکن جمهوری اسلامی. به طور کلی شیوه امنیت، حرکت های امنیتی و اطلاعات سپاه در خارج کشور، که آموزه هایی هستش از مجموعه آموزش های نیروی اطلاعات امنیتی، حول این مسائل انجام میشه. آغاز این سناریو از تیر ماه 1397 آغاز شد که ماموران امنیتی آلمان اسدالله اسدی رو دستگیر کردن، ولی بازداشتش در واقع باید بگیم یکی از نقاط اوج تقابل نهادهای امنیتی ایران و غرب هستش، که در 3 سال گذشته به تبدیل به یک جنگ اطلاعاتی شده. یعنی در واقع دستگیری اسدالله اسدی دستاورد و حاصل 3 سال جنگ اطلاعاتی ایران و غرب هستش. اسدی بر پایه ادعای پلیس اروپا از مسئولان اصلی ایستگاه اطلاعاتی ایران در کل قاره اروپا هستش. یعنی چی؟ یعنی در واقع تمام مسائل امنیت اطلاعاتی رو این آقا میبرده جلو و به احتمال بسیار زیاد عالی ترین مقام اطلاعاتی جمهوری اسلامی هستش، که به اتهام در دست داشتن در یک اقدام تروریستی در خاک اروپا محاکمه شد و به 20 سال زندان محکوم شد. در اینجا اشاره بکنم به یک از همدستان اسدی، عارفانی. عارفانی شخصیت بسیار شگفت انگیزی هستش. شاعر هست، تا حالا چند کتاب مجموعه شعر دفتر شعر منتشر کرده. شاعری هستش که شبهای شعر در اروپا تا حالا برگزار کرده. و چرا و چگونه این میفته توی این دام که تبدیل میشه به یکی از همکاران اسدی و در حال حاضر گویا به 16 سال یا 18 سال زندان محکوم شده، و تمام این شواهد نشون میده که چگونه نیروها و نهادهای اطلاعاتی غربی با تمام ادعاهایی که اطلاعات سپاه و امنیت داخل کشور میکنن، و نشون میده که این امنیت و اطلاعات جمهوری اسلامی در واقع پوشالیه. چرا؟ به خاطر که نهادهای اطلاعاتی غربی در این سالها در واقع نهادی که زیر مدیریت اسدی بوده زیر نظر داشتن، تعقیب میکردن و تونستن به راحتی این 6 نفر رو یا 5 نفر رو گیر بندازن. اما چند اتفاق به طور خاص زنگ خطر جدی رو برای اروپا
به صدا در آورد، زنگ خطری که نشون میده در اروپا چگونه نهادهای امنیتی میخوان کار بکنن و میخوان بمبگذاری بکنن. و از طرف دیگه این زوج ایرانی بلژیکی که با اسدالله اسدی در تابستان سال 2018 در لوکزامبورگ ملاقات کردند، اینها از اعضای سابق مجاهدین بودند و حتی این آقای عارفانی هم از اعضای سابق مجاهدین بودند. بنابراین این پرسش و این نکته وجود داره که انگیزه این افراد چه بوده است که دست به چنین کارهایی زدن به علت انزجاری که از سازمان مجاهدین داشتن، با کمال میل علاقمند بودن که با اسدی همکاری بکنن. به هر حال مجموعه این صحبت هایی که من عرض کردم حول این مسئله هستش که یک، اطلاعات امنیت جمهوری اسلامی پوشالیست، دو، برای نخستین بار رکورد و جمهوری اسلامی شکن با دستگیری یک دیپلمات، سه، افراد همچون یک شاعر آمادگی همکاری با اسداللهی هستش صرفا به خاطر نفرت و انزجاری که از سازمان مجاهدین داشتن. پاینده باشید تا گفتار آتی.